یاسر پرسیده که آیا فمینیسم واقعی در تقابل با مردان به حقوق آنهاست؟ من نمیدونم فمینیزم واقعی یعنی چی، ولی اگه منظورتون کسانی هستن که برای حقوق زنان مبارزه میکنن، من فکر میکنم که دفاع از حقوق زنان نافی حقوق مردان باشه، همونجور که فکر میکنم دفاع از حقوق مردان نافی حقوق زنان باشه. متاسفانه چند وقت اخیر ما شاهد این هستیم کسانی که دارن سعی میکنن از حقوق مردان، سلامت و بهداشت مردان صحبت بکنن، به زن ستیزی متهم میشن. یعنی میگن شما چرا دارین از مسائل مردان صحبت میکنین، چون مردان به صورت به اصطلاح فرنگی ها بای دیفالت حقوق خیلی زیادی دارن. وقتی باز هم از حقوق مردان صحبت میکنین، یعنی میخواین حقوق زنان رو ازشون بگیرین. من در هیچ کدوم از مباحث حقوق مردان همچین چیزی حس نکردم. مثلا اینکه ما میگیم به مسئله سلامت مردان بپردازیم، مثلا ما میگیم چرا بودجه هایی که برای سرطان پستان و رحم داره هزینه میشه چندین و چند برابر سرطان بیضه، سرطان کلیه یا سرطان پروستاته؟ ما میگیم خیلی خوبه که به مسائل بهداشت زنان پرداخته میشه، ولی باید یک تعادلی وجود داشته باشه بین مسائل مردان و زنان، هر برای اینکه هر دو انسان هستن مسائل بهداشتیشون باید همزمان پرداخته بشه. مثلا میگیم چرا در رسانه ها فقط در مورد ختنه زنان صحبت میشه، چرا در مورد ختنه مردان این مباحث مطرح نمیشه؟ اجازه نمیدن کسانی که با ختنه مردان مخالفن بیان تو رسانه های اصلی، جریان اصلی صحبت کنن. بنابراین من فکر نمی کنم که کسانی که مدافع واقعی حقوق زنان باشن مخالف حقوق مردان باشن. من دوستان عزیزی دارم که اینها خودشون رو فمینیست میدونن و از حقوق کارگر دفاع میکنن، از حقوق مردان کارگر دفاع میکنن، مسائل بهداشتی مردان رو هم مد نظر قرار میدن. ما با اونها نه تنها نه تخاصمی داریم، نه تضادی داریم، نه دشمنی داریم، بلکه فکر میکنیم در کنار هم دیگه همرزمان ما هستن، دوش به دوش ما و ما هم دوش به دوش اونها داریم برای مسائل انسانی تلاش میکنیم.